من فکر میکنم دو تا فیلم هست که من ایده هام درش به کمال رسیدم، یعنی هیچ چیزی کم توش نیست. یکی جام حسن است و یکی شطرنج باد. این دو فیلم دقیقا میشه بودی که من میخواستم در اومد. البته که شطرنج باد جام حسن اینطور بود به خاطر اینکه من یه دکوپاژ تمام آهنین کردم، حتی مثلا جدول برش کشیدم، نه اینکه مثلا دکوپاژ مثلا چیز بکنم اینجوری که رو صفحات دکوپاژ. در اون یک شطرنجی بود که مثلا ستون تصویر بود، ستون گفتار بود، ستون صدا بود، ستون موسیقی بود، ستون سکوت بود و ستون زمانش، زمان بندی مثلا این چند ثانیه است چقدره، مثلا چقدره، و ستون حرکت دوربین، حتی اینا هم بود، حرکت دوربین حرکت داره نداره، چنو حرکتی اینا اصلا این. و بعد یکم چین جدولی درست کردم، این جدول این ستون بندی و جدول من امکان داد که کمپوزیشن کل کار رو ببینم. یا ساختار باید متحول بشه یا باید دیولوپر شه، گسترش پیدا کنه. و دیولوپمان یک مسئله اساسیه واقعا، و تکرار هیچ چیزی رو نمی کنه، بانه سبک نیست، سبک اصلا بانه تکرار یک موضوع نیست اصلا، یا تکرار یک ساختار نیست. بسم الله بگو. حاضره. بسم الله الرحمن الرحیم. بله، معلوم هست اینجا چه خبره؟ خبر سرتاپاته. یه نگاه بعد و اطوارت بنداز میفهمی. من همیشه همینطور بوده آقا. تو خود قاطی نکن، همیشه مال خداست. بله بله. از اینش به بعد یا مثل بچه آدم میای سر سفره، یا که آقا، به
بذارین یه چند روزی از چله مادر خدا بیامرزم بگذره. جانم عذاب نکش. اگه از سرت میشد میذاشتی خاک مادرت خوش بشه، اون بعدش میرد به جز گرید. حاجمون خورده به نافت مرده شورتون ببره. حفه حاجی همو عزاداره، رو داری نکن پسر. لاسده با این ضعیفه افلیجه بزن، اما فکر زیادی به کلت نزنم. خدا به سر شاده تالا تو چشاش نگاه نکردم. تو مالش که نگاه کردی. استغفرالله استغفرالله. تو هم لشده ببر مار بولک. من؟ حاجمو دیگه نبینم دوره برای این لکات به فلکی جوالق. شما دوتا حرومزاده رو نایی بردم سر صفرم زرم رو عیار کنین. یتیم بچگیتون اگه یادتون رفته یه جور دیگه بذارم جلوی چشتون. لشتگم کار فیلم نما چه ساختاری دارن؟ چون ما الان فیلم نمای ما اصلا یک سری داستانه، دراما نیست. ما سینما داستان پردازی نیست، درام پردازیه. درام با داستان فرق میکنه. بگذاریم که به خاطر همین مسئله ما حتی در داستانگویی ما هم دوچار مشکل و معضل هستیم. داستان ها سامان واقعی و ضروری در خودشون ندارن در واقع. اینا همه مشکلات ماست و اینها باید آموزش دیده بشه و این زمینه فراهم بشه. به تدریج ما کسانی داشته باشیم که فهم تصویر داشته باشن. یک سینماگر اگر نقاشی ندونه، اگر گرافیک نشناسه، اگر میزانسن ندونه، اگر تئاتر نشناسه، نمیتونه میزانسن سینمایی معناداری رو ایجاد کنه. این باید شکل بگیره. همینجوری نمیشه که ما یک داستانی بگیم و داستان رو سرهمش کنیم، سناریو رو خط به خط فیلم کنیم. اصلا اینا سینما نیست اصلا.